افغانستان ثروتمندترین کشور دنیاست. سلام به همراهان عزیز مدیا پلاس، شما می توانید با سابسکرایب کردن چنل مدیا پلاس همه روزه از آخرین اخبار و اکتشافاتی که در افغانستان صورت می گیرد با خبر شوید. میزان ذخایر موجود در معادن تازه کشف شده لیتیوم، آهن، مس، کبارت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که می تواند این کشور فقیر را به یکی از مهمترین کشورهای جهان تبدیل کند. شاید با شنیدن جمله افغانستان ثروتمندترین کشور دنیاست کمی متعجب شوید، اما با نیم نگاهی به معادن و منابع سرشار غنی این کشور به این نکته پی میبریم که چندان هم دور از واقعیت نیست. افغانستان معادن بیشماری دارد و برخی از معادن این کشور در جهان شهره آفاق است و از هزاران سال پیش مصری ها در چشمان مجسمه آخناتون و ملکه نفرتیتی از لاجورد این سرزمین استفاده کردند. با آنکه برخی از معادن این کشور استخراج شدند و از گذشته های بسیار دور لاجورد، طلا و نمک در بدخشان، مس و آهن در قندهار و کابل استخراج می گردید، ولی باز هم معادن بسیاری در افغانستان وجود دارد که تا اکنون دست نخورده باقی مانده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد معادن افغانستان نوشته که میزان ذخایر موجود در معادن تازه کشف شده لیتیوم، آهن، مس، کبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که میتواند این کشور فقیر را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کند. اندیشکده اقتصاد و سیاست با انتشار مطلبی به ثروتهای نهفته کشوری به اصطلاح فقیر و جنگ زده افغانستان پرداخته است. لیتیوم افغانستان برابر با نفت عربستان سعودی است. تمام کمپانی های دنیا از جمله اپل، سامسونگ و حتی ناسا خواهان لیتیوم هستند، چون لیتیوم در ساخت باتری های موبایل و سایر فناوری نوین مورد استفاده قرار می گیرد. آهن حاجیگک ذخایر به مقدار 2 میلیارد تن. اورانیوم هیچ کسی تا حالا نتوانست از ارزش آن را اعلام کند. این فلز در ساخت فناوری هسته‌ای استفاده می شود. معادن آن در ولایت هلمند و کنر موجود است. مس ذخایر آن در افغانستان برابر است با بزرگترین و ارزشمندترین معدن مس جهان در کشور شیلی. طلا بزرگترین معادن دست نخورده طلای جهان هم اکنون در افغانستان موقعیت دارد و بسیار مقدار کمی از آن از سوی دشمنان به شکل غیرفنی استخراج می شود. اما گاز، مجموعه ذخایر آن با ارزش بیش از 1 تریلیون دلار، یعنی نصف ارزش مجموعی گاز عراق. زمرد با کیفیت تر از زمرد کشور کولومبیا و حتی در جهان است که ذخایر آن در پنجشیر و نورستان موقعیت دارد. لاجورد با کیفیت ترین، بزرگترین و قدیمی ترین معادن لاجورد جهان، حتی فرعون های مصر از لاجورد استخراج شده این معادن در قصرهای خود استفاده می کردند. آب افغانستان همه ساله بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب را به کشورهای همسایه به طور رایگان می دهد که ارزش حداقل آن به دلار می شود 50 بیلیون یا 50 میلیارد دلار. الماس الماس ناشفاف و به رنگ های زرد، سبز و سرخ در بعضی از نقاط کشور یافت شده که گفته می شود اگر معادن آن یافت و استخراج شود حتی با کیفیت تر و با ارزش تر از الماس افریقایی خواهد بود. متاسفانه تا کنون از این ذخایر بزرگ افغانستان که می تواند در رفاه و ثبات اقتصادی و توسعه اقتصادی دراز مدت این کشور نقش مهمی ایفا کند بسیار کم بهره برداری شده است. در حال حاضر نفت و گاز در شمال افغانستان توسط شرکت‌های کانادایی و چینی استخراج می‌شود و چند معدن کوچک زغال سنگ همچنین توسط مردم محل سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت و زمرد از کلوخ‌ها استخراج می‌شود. یکی از مهمترین منابع تأمین مالی افغانستان استفاده و بهره برداری صحیح و سالم از معادن است و امید است دولتمندان افغانستانی با استفاده صحیح و سالم از چنین سرمایه‌ای مقدمات توسعه و رشد کشور عزیزمان را فراهم کنند. دوستان عزیز، باز هم به پایان یکی دیگر از ویدیوها رسیده. لطفاً نظراتتان را با ما در بخش کامنت ها در میان بگذارید. ویدیو را لایک کرده و چنل مدیا پلاس را سابسکرایب کنید.